از کشف دو پای ستون سنگی تاریخی در بافت تا بارش برف در پنج شهرستان کرمان، وابسته خبری 2020 همراه باشید. دو پای ستون سنگی تاریخی مربوط به دوره هخامنشیان در شهرستان بافت کشف شد. رضا ریاحیان باستانشناس میگوید این ستون‌ها شناخت ما را از حضور هخامنشیان در کرمان بیشتر کرد. رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به آغاز بارش برف و باران در مناطق کوهستانی کرمان گفت رابر، بافت، سیج، سرچشمه و ساردویه شب گذشته سفید پوشید. معاون راهداری استان کرمان با اشاره به بارش باران و برف در سطح استان گفت تمامی محورهای مواصلاتی شمال کرمان باز است. در 24 ساعت گذشته 29 بیمار مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌های استان بستری شدند. دو نفر نیز جان خود را از دست داد. وزیر بهداشت با بیان اینکه انتشار اومیکرون سریع است اما مرگ و میر آن بالا نیست میگوید مطالعاتی در خصوص احتیاج به تزریق دوز چهارم نشده و فعلا دوز سوم میتوانند حدود 80% از مرگ و میر جلوگیری کنند. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بازگشایی مدارس در دوران کرونا تأخیر داشتیم گفت سال گذشته شاهد کاهش 10.9% یادگیری درس فارسی در بین دانش آموزان کلاس اولی و دومی بودیم. سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان میگوید تعداد ناظران و بازرسان بسیج در بازارهای استان قابل قبول نیست. در این بخش سهم کشور 7700 ناظر بوده و سهم استان باید 400 باشد اما 40 است. رئیس پلیس فتای استان کرمان با اشاره به دریافت گزارش‌های زیادی در مورد برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان گفت برخی از این برداشت‌های غیرمجاز از طریق برنامه‌های موبایل بانک جعلی انجام شده است. هوای کرمان فردا ابری و احتمال بارش باران وجود دارد. دمای هوا نیز بین منفی 1 تا 14 درجه متغیر است. شاد باشید و سلامت. خدا نگهدار.